وهغه څه ده د سهوباست چې یو ډېر است مليخه استخباراتي لوبا د او سو ويل پکې تمن فقط احتمالات باندې موږ خبرې کوو نو دومره احتمالات خاص چا نه سره راز کوي چې موږ سره مخ نه دغه سوره پورو چې حقاني ډله او ایسای غواړي چې نظامی شورا باندې د ننګره قندهار حمله وکړي نو دلته نور څولن چې مترکیږي تاسو سره چې مخ کې نراپور دغه سیمه ملمانه لری یو ډیر مهم د یوه سفیر اګادل او منځکه حساسیتونه دلته شته ده توسګوري چې ایران نفوذم شته ده د نورو یعنی ورته ګواخم شته ده بیان ول دغهمره غفلت کیږي کی ډیر اسانه خبره ده بونه یعنی مخکې د نه حيات رشي دلته مختلف موارد دغشته د سپو باندې چکیه غزینا چې دلته چي کی دي کنه دي د کرونو نیکیږي او دغه پیخه رمست کی نو دا یو وسی استخباراتی ناکامي ګړل کی دي شي او ک د دن ازیات خبره ده سچې جنرال له سره کوی لې څور خون وتر پښتنې لاندې لومړی دا چې دوي شي نظامی شورا تر برېټلند د و نو خپل نظامی شورا خو برېټونه شو برېټ خو <applause> دپلمټانو او تګر از کابل نش کوميات وکیل سناتور ته لیو بغوي وشو د قندار په ولی وشو کومې ځمې شورا نه و, شو و. دا هم د چز ما سره خبره ده په پټنه د چا د مجلس د निजामي شورا په دفتر کې و د بې ځواب شي درې مسله دی وېچ پنځه رنگ ملان مونېولې دل ترنګ شوی و لمړی خو کډیر دغه څه پیسې لا غباس وکا ان فاحم عباس وکي عام خلک پی پوشي ا که په یو ټاکرينګ مالي وشه لکتر لگا په درایور ځکه لده تابات تیار شي شي بیا وندم کوي وشه بیا په په دی واخ کی نو مانا د درایور ځمخ کې رنگ ختم شوه او بم تیار پکې کي وو څوک دا بم اول درایور ځمخ کې غوې پېدل چې درایور ځې ورسته دلته په د قطر د امارات سفیر ځې دلته په بم وچی وي په کوم سات راځي په کوم واخ کې راځي د ټولو مسایل دي بل مسله دا ده چې کدلته دوی ناس وو بم مخک مخک ځې پر ځې شوه او څنګه انفجار ورکړ تو ټول راپختنی دي چې شو خو زنه فجار ده لپاره ملتګونو وو دا ټول راپختنی دي چې په کلیان سیدا چې دوی کړي دا ترپختنی لاندرا ولي یعنی مات نه کوي د غسی یو برت دي تو ورته یو برت په سوریه کې شوی کمپیاد دی د سوریې دفاع وزیر ګن نور چرواکی په کې وژل شو التبه مونہ په ميز چې دوی غونډه پر درلوده د ميز لاندې ځای په ځای شو یو درې سپریډونه ا دیک اسان نشي کولای ژور استخبارات د غوډو بریډونه کولای شي او قوی استخبارات د غوډو بریډونه کولای شي نو سرسريتي راولي جديده په چمن کې په کومه مدرسه کې طرح شوې وي ا د پيسلام د تاورته نور په باندې نه نو 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 د درې زاینو کې کېد شي په زاینو کې م شي خو دا د رې احتمال په د درې زاینو کې احتمالات ډېر زیات دي ا البته کابل کې هم کېږي شاريانه هوتل نام د شیو شې پلان شي یعنی کې کوشنټن ته لرن شو نو څه شي زموږ لپاره یعنی هغه ډېرې استخباراتي پېچلې باسر لرن شو څه شي زموږ لپاره د پیغام باسرې تر وګرځو بیا تکراروم چې په شدد سره یو استخباراتي جګړه ته روان یو یو نیابتي جګړه ته روان یو دا غو لمړنۍ لمبي دي یا لومرانی د په مزار کې په کنسولګری بریډ بیا ورسټه د معلوماتل <سؤال> چې گوا کې دلته دزګا وا د کرخې نه خواته منځنۍ ودو نو کې جاسي کوله په قندهار کې دغه دول بریډ د ډیپلوماټانو ورجل پکې ځنی دغه دول نور بدون د ټول خې چې مخ یو استخباراتی نه یا به تي جګړې ته روان یو ووس یا ساسی باسته د چاول د دڅښ زیګند دی ډیر وازی باسته د امریکایي ځواکونو د حضور باسته د امریکایي اډو باسته چې موږ پړه پات د افغانستان خلکو باید پړه تصمیم نیسی ځکه چې راپېخلام دغه ځاینه ده د دایښ باسته باید پړه ډیر وازی د ریځوله روپای ترخانه کړو خپل از موږ د ملی وحدت د حکومت دغه د دغه حکومت موجودیت دی د دغه دولي جوړښت موجودیت دی د دوی بهرانه سیاست دی د دوی کورنۍ سیاست دی د ټولوغه مسایل چې موږ یې پاره باید فکر وکړو باید د ريزو نسو او ټولو افغانان باید په وحیب وحید څو افغانان حکومت کوڅو یو حکومت څه باید کې دغه واضح پیغامونه دي یو یو واضح پیغام خو دغه چې مونږ یو سخت ډیر شدید استخباراتي او نیابتي جګړه خواته روانی نو دغیدو مفنوید لپاره د ولسان حکومت بایڅويخه که یو حکومت و چې څو وکول شي یعنی سړی حکومت ورته ویل شي د حکومت په ډول عمل وکړي بیا سړی مشورام ورکړي نو دلته حکومت یعنی څړول شي حکومت باید ودرسي او څه نشته بل مسئله د دوی خپل د دغلو بودي د دغه ودې او يا دغه استخباراتين يا بهتي جګړي برخه دي نو برخه مخڅنګ مشوره ورکړو ځکه چې نه لرم دوی ته مشورې لپاره د ما بحث اصلا د افغانستان د خلکو لپاره ده يا ځکه چې سو ماغه د افغانستان د خلکو لپاره دي اصلي مسایل چې د ټولت را پیدا شي بیا تکراروم د امریکایي ځواکونو حضور امریکایي هټه ډېر واځه باستي د ملی وحدت حکومت موجود يات د داعش بس او د طالبان چې دا مثلا پاتني شي د طالبان د جګړې دا ول او د طالبانو لاینون لا ماسکونه نیولې تر رسنامه واطه پورې د ټولو غو مسائل د چ په مګي مګي پړه باید ډېر واځي ورخانه د ریزولي سو mm -hmm. کنام دا حال دی یو ورځبم آ... په یو ځای کې بم چې وی بل ورځبم ماشومان ورجل کی په مكتب کې بم وی کان آ... د آ... کارکاون کې بم ورجل کیږي په عامد زینو کې بریدونه کوي از مخاوره بده نورو پر ذکرول کوي او غوی وکړه سلام ملکی د تبموکو کی منګه وژل کی ایران او پاکستان به دل... ایران او پاکستان او هند به دلته سره معلوماتي سعودي عربستان امارات او قطر او ایران به دلته سره معلوماتي امریکا او س... روسیا چین به دلته سره معلوماتي مو موږ به وژل کی او پېسلا د لوبیا غا یعنی ش... اهیانن كبو... شیدان او غاجا حکومت منګولرو نو دغه رقابت نه په افغانستان حکومت ولاغه اول حکومت څنګه امریکایي ډې په دغه شکل قبولې کړي دویم مسله دا چې حکومت څنګه د نړیوال پالیسی ولري دغه بهرنی پالیسی چې حکومت وی د نړیوال جوړښت کې پکې چې حکومت وی دغه دغه معاملې دغه لووب پکې روانې ویل کپدي حکومت کې چې حکومت وی هر اور ځدی حکومت لږونه سرتيري ځوان لاسو ور کوي د خپل <سؤال> سرتیرو سره د خپل ځوانانو سره د نړیوال لووب کې ل خپلات با سره د نړیوال لووب کې نو دغه اساسي مسایل دی چې په سر سر کې د امریکایانو اهداف دلته په سیمه کې امریکایي ډیډي کې په اړه ډېر واځي ورخانه درې ونی لیسو مونږ ته د دې چې مارنګو هر ورځ مونږ د هالو وی نن په دې په خبره باس کې و سبب خدای نه خوسته په بل په بل په همدغه سپېخه باس کې و چې دې شپې وکه دا پېخه دومره لې دي چې مخته تا د باس کولو زمينه پاتې نشي چې چې باس وکړل شي په دغه سیمه سوالبان ډاکټر صاحب شما سوریا سازی افغانستان یاد کړئ سوریه سازی افغانستان د ری اچ چیکینس که تمامه اترفیزي دخل به نو صحه مخاض لكن بنافیکس اگر افغانست افغانستان وزیر د افغانستان به شکل سوریه تر کېږي بنافیکس کشورای همسایه او منطقه و یو قدرتای فراتراز منطقه سوریه سازی افغانستان غیر از ملت افغانستان مردمه افغانستان بنافې کشورای زیارت اول سرسره سي افغانستان بنافې ايالات متحده امريكا است چې په خاطر هژموني خود په خاطر سيطره خود نه تنهه تر افغانستان بلکې در منطقه بلکې در جهان سي تلاش میکونه وای شي زو اي چیز نه پنهانه نه ګپ استخباراتيز بلکې واضح او روشن است در نشرات مې در گزارشات مې تصريحات مې در مديا مې در سايتوي رسمي مې يک مدام یک افغانستان جنگ باید باشه ای به فایده بهانه جنگ موجود باشه بهانه حضور آمریکا یا قوای افغانستان امریکای موجود است وجودشان در این منطقه برای دراز مدت امیل تحقیقات مرکز بروکینگز مشوریش بر جمهوری اندی امریکا همی فعلا نمیست که ما برای لانگ ترم برای دراز مدت باید در طرف افغانستان موجود باشیم و افغانستان یک جای بسیار اساسی و بنیادی برای ما هست به خاطر چیزی که اونا بروکینگ زوره مبارزه بر علیه تروریسم و اکستریمیسم میخوانه به بای افغانستان به لانگ ترم باشیم و این قضیه را میگه که این باید در نسل ها باشه جر بر, بر, بر نسل ها باشه, باشه. این گپی چی بروکینگز است یا بروکینگز که سیتا خاطر رانداس بروکینگز جدید امریکا سه چیزی مهم یعنی این چیز و دو مجموعه از سفرا کار میکنن کارشناسا میگن که ما در افغانستان باید باشیم و ایرم دو گزارش میگه که دو مشوره میگه که در پیپر که ما نباید بر دوباره تعداد حقیقی اساکر خود در افغانستان این رو باید نگویم بسیاری صحبت نکنیم صبر داشته باشیم بر نسل ها کلیبی نسل ها را استفاده میکنند در خود میخوام یک وجود سرسازی افغانستان و نفع روسیه است که دوباره پس دوباره میخواه رشد به میکنه بکنه با پای خود استاد شود و یک انتقام خود از آمریکا و از مردم افغانستان خود از ملت افغانستان انتقام خود بگیره که ملتی که به جهاد تاریخی خود جهاد بسیار بزرگ خود آخری در آخرین جنگ روسا را شکست دادن باید روسیه یک بار دیگه پس افغانستان رو بخواه خون بکشانه این برنامه دوم سرسازی افغانستان به نفی کشور امسای افغانستان است نه کشورهای همسایه افغانستان به ای خاطر اینکه اونها در بدون وال اهداف منطقه‌ای خود یک کشور سازمان هستند اهداف که با افغانستان مشکل داشت به خاطر اهداف فرق در منطقه مثلا دنبال میکنند در کشورهای دیگه مثلا اهداف فرق جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنند در سوریه در عراق در یمن در جاهای دیگه در ترکیه او به نفع است چه که کشورهای دیگه همسایه مثلا دنبال میکنند در معادلات سیاسی استراتژیک در منطقه خود سوریه سازی افغانستان به خود مهم است که به این سوال اگر مطرح کنیم ببخشید سب که سوریه سازی افغانستان در توانی کی است سوریه سازی افغانستان توان در توان کسایی است که اونا پول دارن امکانات دارن تسلیح میکنن تمویل میکنن روسا امروز خودشان شما گزارش ها رو خواستن که تانکای طالبان مت بر تاجیکستان ترمیم میشه حکومت تاجیکستان ایران گفت که ما این قضیه تحقیق میکنیم تبن میفهمن که اونا خبر خبر نیستن که تانک بردن انتقالش به اونجا ترمیم کردن خو گپ ساده نیست لیکن حتی قلمی که ما نفی نکردن نگفتن رد نکردن که ما تحقیق میکنیم معنی چیزی که در زبان چیزی هست چیزی هست یک مثلا افغانستان مثلا مهم است که در افغان... افغانستان که دست باشه, افغانستانی که باشه. افغانستانی که افغانستان که جنگ زده باشه افغانستان که کدرایش کشته شه و هر روز کدرای افغانستان کشته میشه که خندار دیر که کشته شدن در کابل کشته شدن ای... خطرای زخمی شدن و استاتیا به نفع کشورای است که اگر افغانستان ضعیف افغانستان ذلیل افغانستان پس مانده و عقب مانده در اقتصادی افغانستان جنگ زده افغانستان مشتت و مفرق و تعصبات قومی لسانی منطقی مذهبی کشور و ایران کرده این به غیر از مردم افغانستان به نفع تمام کشورای هم سایه است متاسفانه هم که بر اساس دید ام. ام. انسانی و اخلاقی و اسلامی و قضیه افغانستان تعامل نمیکنه بلکه به بل معادلات سیاسی منافع خود احساس میکنن که منافعشان در 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 کوبیدن افغانستان در ذلت افغانستان در نابودی افغانستان اونا قوت خود جستجو میکنن به خاطر ما پس بیم بگم شما که جنگ استمرار جنگ در افغانستان ایوه فایده قوتای بیرونی هست به نفع هند هند د قدم اول هند څنګه میخد دوباره پس رشد وکنه قوی شوه او به خاطر میخد د دې منطقهواز جایخه د افغانستان سر زمیر جګړه وشي بفرمایو شما سوال سوال ما سوال مې بود چې د ټوان کیاس د ټوان بلې د ټوان اس هر کشور امروز ټوان درم مثال په سایا مو ټوان نه ده هر کس داره چې پاکستان ایران روسیا اری و تا یک حد میتونن که سهیم باشن لیکن توان کسی که میتونن مانیش هم شوه و میتونه که جلویش بگیره و میتونن که این پروژه را به پیش بره یعنی کس که رول محوری را رو میتونن در سوریه سازی افغانستان انجام به تکیز متاسفانه در جهی داخلی برسته همیشه و دسترسازی افغانستان خود افغانان نخش دارن و افغانهایی که تطمیه میشن چی در این طرف کسایی که در, در افغانستان مثلا کسایی که در دول داخل دولت با دستگاه استخباراتی هستن نقش دوست استراتژیک ما و همکار که ما امریکا را ما میدونیم این وقتا بگوی مثلا کسایی که شما گزارش ها را جناب استاد شما خبر میشین میخوانین که در زیر سقف پرلمانی افغانستان گفته میشه که جهات های در داخل دولت افغانستان برای تقوی داعش کار میکنن مم. ولې مونږ نه پوهام چې قجې ها جې ګپا چې قدا درسته دي یا نه دی اگر درسته باشه هڅه یقل <سؤال> رئیس جمهوریت افغانانستان رئیس اجرایی افغانانستان پرلمان افغانانستان دولت افغانانستان د وزیر امور کابینه افغانانستان یو گزارشه را باید جدي بگیرن شما گزارشه نه میشتهنه چې فلانی تېره احمد د فلانی منځخي ولایت ننګرهار تېره سفيده ما له اليكوپټر در یک منطقه مثلا مردم آثار افراکه دولت بادغشان مثلا اليكوپټر <سؤال> احمد <سؤال> موتر رو اینجا بپرن گزارشات شما میخوانین مهم است که ولی گزارشات باید تحقیقات صورت بگیره که آیا خبر درست بود یا درست نبود اگر درست است چطور ممکن است درست است و کسایی که هوای افغانستان هم به دارن, دارن، کنترل دارن رادار دارن اونا با اونا چگونه باید گزارش بدن به افغانستان بگن که این را می که اگر ما تا دیر شد تا زود عاجل مردم افغانستان به حال نوین توجه نکنن نخبه های سیاسی افغانستان ملت افغانستان احزاب سیاسی افغانستان حکومت افغانستان افغانستان حرکت مخالفین دولت افغانستان افغانستان میره به سرعت به طرف سوریه شدن میره و واتش در میگیره که هیچ کس در در درمان نباشه و مگر بله. استاز ما زمینی بحث صحبت هم نداشته تشکر نظر صاحب سوریه سازی افغانستان بحث داعش چنین واقعات یعنی خب این واقع در قبی واقع هر کسی که است لیکن تشدید رقابت های منطقوی و تشدید تضادهای قومی و مذهبی در افغانستان چقدر کمک میکنه که داعش قوتهای مثل داعش و قوتهایی که مخالف داعش هستند مثل فاطمین جای پای در افغانستان بیافن ما پیشتر اشاره کردم که امریکایی ها در افغانستان دو تا هدفتون بال کرده یکی یک دولتی تابی که در راستای اهداف استراتژیک آمریکا عمل بکنه و امی در واقع روند در دوره دوم حکومت آقای کرزه هم آمریکا ها دنبال کرد که باعث تنیش بین با ای افغانستان و آمریکا شد و در واقع آمریکایی ها میخواستن که سکاندار اصلی تصمیم گیری در افغانستان باشه ولی با مخالفت رو برو شد بنابراین از آنجایی که آمریکایی ها این فرایند را زیاد به نفع خود ندیدن گزینه دوم را آمدن مورد توجه قرار دادن و او گسترش نامنی یا در واقع تجزیه قدرت در چند بخش که ام. عملا ما شاهد هستیم ام. آمریکایی ها اصلا بدش نمیه که در واقع بخش های از افغانستان از کنترل حکومت خارج باشه ام. چون از این طریق میتونه به مو اهداف استراتژیک که اشاره کردم آسیای میانه اگر نتونست در خاور میانه ام. به هدف خود برسه این منطقه نامن شود به همین دلیل که اتحاد استراتژیک یا مثلث استراتژیک در حال حاضر بین ایران و چین و روسیه در این منطقه داره شکل میگیره بنابراین با باور من است که ریشه های بحران سوال ما جرم نظر که از یک طرف سیاست های امریکا و از طرف دیگر عمل امی مسلس یا اتحاد آیا خود به خود باعث تقفی گروه های مثل دایش و فاطمین نمیشه؟ چرا؟ و این خود به خود پس هدف که امریکا ها میخواید به اون نمیرزان را؟ دقیقا من میخوایم این نکته اشاره کنم که فلسفه سیاسی بحران یا ریشه های بحران را ما باید مورد واقعی قرار بدیم به این معنا که در واقع آمریکایی ها هست که داره یک بحران نو وارد افغانستان میکنه غیر از اینکه خوب پیمان امنیتی امضا شد غیر از اینکه پایگاه های استراتژیک و نظامی را امریکای ها در خاک افغانستان برای خود منظور کرد که حساسیت در سطح منطقه ایجاد کرده در حال حاضر آمریکایی ها در جبه های مثل قفقاز به هدف خود نرسید یعنی حیات خلوت امنیتی روسیه را که آمریکایی ها برای خود پیش بینی کرده بود نتونست تسخیر بکنه بلکه برعکس روس ها قدرت خود دوباره احیا کرد و دار روسیه هژمونی خود در منطقه حداقل تثبیت میکنه و این برای آمریکایی های خطر هست اما طرف او طرف دیگه اگر ما در نظر بگیریم ایران داره می میکنه بنابراین ایران قوی بر آمریکا یک تهدید در میشه این طرف دیگه در واقع در تبت اگر ما در نظر بگیریم در آسیا پاسیفیک چین داره به مرحله دست پیدا میکنه بنابراین آمریکایی ها داره یک پازل جدیدی را طراحی کرده که اگر پاکستان هم عمل میکنه ناامنی در واقع در محور زمین پازل پازل امریکا قرار میگیره اگر کشور دیگه هم ام. بنابراین بازی رو در حال حاضر امریکایی ها و گونه پیش برده که افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از بحران میشه یعنی کشورهای منطقه هم اگر دیروز در واقع تلاش میکرد که در فکر توسعه نفوذ خود نباشه امروز نفوذ خود توسعه داده که از جمله در محور افغانستان قرار میگیره و این میتونه به تقویه گروه های تروریستی مثل داعش که هم شکاف های قومی و مذهبی رو ممکنه در افغانستان افزایش بده که بازم به اهداف آمریکا کمک میکنه و هم میتونه زمینه نفوذ به طرف حیات خلوت قدرت های منطقه و مسلس که من اشاره کردم ایران و چین و روسیه باشه بنابراین من فکر میکنم که این برنامه ها کلن در امی امتداد حرکت میکنه یعنی عامل و ریشه بحران به باور من نو ایروی کرده است که آمریکایی ها در این منطقه در پیش گرفته به دلیل است که در واقع اگر فردا روس ها مداخله میکنه یا تماس خود با درست دامه دامه بر ما خود نتیجه شمیز که ادامه جنگ است ادامه بیثباتی لیکن پیامدش برای خود منطقه هم یعنی سیاست های امری... روسیه و ایران و دیگه کشورهای منطقه آیا طور نیست که جلب نفوذ و بازی های امریکا رو گرفته میتونه؟ از راه های مثلا تقوی طالب و غیره خب من فکر می که سیاست کشورهای منطقه مثلا سیاستی را که روس ها در پیش گرفته ای هم به ختم بحران کمک نمی کنه به خاطر از اینکه در واقع جنگ های نیابتی افزایش پیدا میکنه منتها یک نکته بسیار ظریفی که اینجا وجود داره است که مردم افغانستان و حکومت افغانستان نقش خود را باید در این مدیریت بحران ایفا بکنه به خاطر اینکه قرائن و شواهد نشان می که سال آینده سال بسیار خونین بر افغانستان خواهد بود اگر بحث صلح به صورت جدی دنبال نشه مفهومش است که پس افغانستان آمادگی برای یک جنگ داشته باشه که او جنگ از توان ما و از ظرفیت ما بالا خواهد بود چون تا حال را اشاره کردم کشورهای منطقه در بحث حضور آمریکایی ها حداقل نقش مداخله گرایانه نداشتن حتی ما اشاره کردم ام. که ایران با وجود غرب و ناتو و آمریکا در بله ولی امروز عمدن... در واقع روسیه و ایران عملا تایید کرده که ما تماس با طالبا داریم بنابراین مفهومش است که این کشورها سال آینده وارد در واقع یک روند جدید خواهد شد که او میتونه رویاروی مستقیم را بین آمریکا و کشورهای منطقه با وجود بیاره و در این فرایند گروه های افراتی و تروریستی بیشتر رشد میکنه بنابراین این ما فکر میکنم یک خطر هست که هم منطقه را تهدید میکنه و هم افغانستان در معرض قربانی های بیشتر قرار میده بسیار زیاد تشکر دیر زیاد من کرمدان متاسفانه زبان گوخ ختم ده پایتر نو کدسيمي د هيوادونو سياساتو نم داغنه چې د دا امريکا د سيست يعني د بيسوباتي د خبرولو مخه ونيسي دغه سره کومک کوي نو به حلاره صدا ان شاء الله بل کومه په پله باسکو تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم مدان غره لژن کو تاسو نه هم مننه چرپسوري مونږ سره وي راتلونکو په باسپورم په داس پر الله عمر